با گذشت اضافه تر از 4 با از کمپاین های انتخاباتی ولسی جرگه افغانستان، هنوز برخورد های جنسی آن زمان برخی از کاندیداهای زن را اذیت می کند. زنان هرچند می دانستند که رفتن به مبارزات انتخاباتی در جامعه سنتی افغانستان دل شیر می خواهد، اما با وجود هر گونه چالش و تهدید به پیگارهای انتخاباتی پرداختند. ویدا ساغری از کابل کاندیدای ولسی جرگه بود، با وجود که نامش در لیست برنده ها نیست و هرچند در شبکه های اجتماعی به عنوان یک زن مرد ستیز شهره است، اما میگوید بیشترین رای را از مردان گرفته است. مردانی که تعداد از آنها به گفته ساغری به بهانه حمایت سیاسی و یا رای دادن در زمان کمپاین به او نگاه های جنسی داشتند. درخواست بوسه در زمان کمپاین و آزارهای تلفنی در حال حاضر از موارد است که ویدا را می آزارد. بر من گفت که آمد دفتر و بسیار خوشحال شدم که خب بالاخره یک آدم آرمانگرا و یکی مرا بفهمه پیدا شد. آمد نشست و گفت که من فقط آمده ایم که فقط یک ماچ بر من بده. گفت من فقط میخوایم یک بار تو را ببوسم، بعد از اون همه امکانات خود در اختیارت میمانم. شماره های من به دست مردم بود و مردم شهر افتاده بود و بر من هر شب بیش از 40-50 پیام میامد که I love you. بسیار مقبول هستی، چادر سرخ نمودت میده. و من هر روز ناامیدتر میشدم از اینکه ذهن مردمم چقدر غیر سیاسی است و چقدر ساده است، یک حوزه بسیار حیاتی دارن میگذرن. در انتخابات ولسی جرگه سال روان بیش از 2500 تن خود را کاندیدا کرده بودند که از این میان 418 تنشان را زنان تشکیل میداد. 25% کرسی های ولسی جرگه افغانستان سهم زنان است و در 18 سال اخیر زنان در کنار شورای ملی در برخی ادارات دولتی و غیر دولتی نیز حضور نسبتاً چشمگیر دارند. زنان با وجود مشکلات فراراهشان از جمله نگاه های جنسی و برخورد های جنسیتی تلاش کردند تا فعالیتشان را در جامعه افزایش دهند. مستوره آرزو، دختری که در انتخابات گذشته ولسی جرگه خواست تا به نمایندگی از دختران ورزشکار خود را از ولایت بغلان کاندیدا کند. برخورد های جنسیتی برخی از مردان به او در زمان کمپاین برای او آزاردهنده بود. آرزو حتی برای رفتن به مناطق ناامن چادری بر سر کرد، چیزی که به گفته وی در طول عمرش آن را انجام نداده بود. بسیار برای من جالبی بود که من یک بار بیخبر از اینکه در منطقه رفتم که اونجا طالبا بود و من به مشکل که من در هینجا میگردم یا حداقل چادر داشتم و چادر بسیار کلان. زمانی که من رفتم به خانه یکی از دوستای ما کمپاین میکردم و اونا رو گفتم بریم با ما به مسجد بریم یا بریم به مکتب بریم یا جایی که اونجا ازدحام مردم است. بر من گفتن دستورتن رای شما میریم که چادری شما بپوشین و ما مجبورا ناگزیرن من چادری را قبول کردم به خاطر از اینکه من اونجا مردمش حداقل همراهشان صحبت بکنم. این دختر افغان به مانند ویدا ساغری از اذیت های دوران کمپاین به دور نیست و هنوز پس لرزه های آن را احساس می کند. خب زمانی که ما اونجا کمپاین شروع کردیم مجبور بودیم با هر نوع مردم ما باید ببینیم، با هر گروه باید ببینیم و بیشتر مردم می آمد فقط به خاطر از اینکه این جوان است، یک دختر است، ما باید بریم ببینیم. می آمدن که ما رای می تیم یا ما رای جور می کنیم، اما وقت ضایع کرده می رفتن و شما را تلفن بگیو که تا به حال تماسایشان هست. زنان با مشکلات فراوانی به انتخابات ولسی جرگه رفتند، انتخاباتی که با گذشت 4 ماه از نتایج نهایی آن خبری نیست. در کنار تعلل در اعلان نتایج این انتخابات، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دستبرد در نتایج آرا و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم شدند. گرچه کمیشنران پیشین بارها این ادعاها را رد کردند، اما این اتهامات سرانجام سبب شد تا حکومت قانون انتخابات را تعدیل و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را عزل و ممنوع الخروج اعلان کند.